امروز تجمع اعتراضی بزرگ ایرانیان مقیم استرالیا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان استرالیا در پایتخت این کشور در حال برگزاری است. همراه میشی با همکارم علیرضا محبی که از استرالیا با ما پیوسته. علیرضا، در مورد این تجمع بگو که چقدر گسترده است. زینب، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کامبرا پایتخت استرالیا هستیم. امروز پنج شنبه 10 نوامبر برابر با 19 آبان جمعیت زیادی همونطور که پشت سر من مشاهده میکنید در جریان فراخوانی که از 6 شهر استرالیا، آدلاید، بریزبن، پرت، سیدنی، ملبورن و کامبرا صادر شده، خودشون رو رساندند ایرانیان مقیم استرالیا و ایرانیان مقیم این شهرها به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. برنامه‌ای که از ساعت 12 بعد از ظهر به وقت کامبرا آغاز شده، الان ساعت 1:45 هستش و معترضان شعار سر میدند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، علیه علی خامنه‌ای رو دیکتاتور خطاب میکنند، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، از اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی مختلف به صورت متحد با هم آمدند در اینجا جمع شدند، نام مهسا امینی رو سر میدند، شعار زن زندگی آزادی رو سر میدند. ایرانیانی که اینجا حاضر شدند، یکی از کسانی که از مسیر بسیار دور از پرت خودشون رو به اینجا رسوندند، خانم نیلوفر زوقی، کسی که فراخوان دادن از شهر پرت در غرب استرالیا، اینجا در کنار من هستند. من از ایشون میخوام درباره هدفشون از این فراخوان و حضورشون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برای ما توضیح بدن. درود بر شما علی رضای عزیز. همونطور که میدونین امروز همه ما اینجا هستیم تا اتحادمون رو با همه مردم داخل کشور و ایرانی های خارج از کشور اعلام بکنیم. باید بدونیم که این بار دیگه قضیه بسیار متفاوت هست و همه ما میدونیم که خواسته همه ما براندازی رژیم هست. این حرکت اوله، این حرکت به صورت حرکت های زنانه و فمینیستی شاید شروع شد، اما الان همه اقشار مختلف، مرد، زن، صرف نظر از دین، مذهب، عقیده، باور، همه رو با هم متحد کرده و امیدوار هستیم که به زودی بتونیم جشن آزادی ایران رو با هم دیگه جشن بگیریم. خیلی کوتاه اگر بگید برگزاری چنین تجمعی چقدر تاثیر داره در رساندن صدای مردم ایران در داخل ایران و همبستگی با اونها؟ به نظر من این خیلی مؤثر هست، به خاطر اینکه ما داریم به مردم ایران میگیم که فاصله ها هیچ نمیتونند در واقع عاملی باشن برای جدایی ما. درسته که ما در وطن نیستیم، اما همه ما خواستار این هستیم که وطن ما دوباره بشه وطن و همه ما برگردیم و با هم میهنمون رو بسازیم. خیلی متشکر هستم خانم زوقی. من این رو بگم در مقایسه با تجمعهای قبلی، شمار ایرانیان مقیم استرالیا بسیار بیشتر هستش اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی. حضور پلیس هم بسیار چشمگیر هستش، در یک ردیف و ماشین های پلیس مستقر هستن. خیلی جالب است، در مقابل در ورودی سفارت جمهوری اسلامی بر روی زمین مرگ بر خامنه ای نوشتن و تابلوی سفارت رو هم با اسپری رنگی روش شعار زن زندگی آزادی رو نوشتن. قرار هست این جمعیت خودش رو به مقابل پارلمان استرالیا برسونه از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شهر کامبرا تا ساعت 5 در اونجا هم تجمع کنه و صدای معترضان ایران رو به گوش دولت مردان استرالیایی برسونه. بله، بسیار متشکرم از سوال علیرضا محبی، همکار ما از ملبورن استرالیا با ما بود.